به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه سوم سپتامبر 2011 و دوازدهم شهریور ماه 1390. صحبت امروز من، در واقع برنامه امروز، دنباله بحثیه که هفته گذشته باز کردم. در نتیجه بیشتر صحبت یا وقت برنامه صرف مرور مقالات متعددیه که خود من خوندم در عرض هفته گذشته و بخش وسیعشون رو ترجمه کردم و در نتیجه با عرض معذرت از رو میخونم و تقریبا همشون راجع به لیبیه. چرا راجع به لیبی؟ بسیار پر اهمیت، ارتباط مستقیم با جنبش ایران و با آینده کشورمون این مسئله داره. یعنی عزیزانی که در ایران هستند و گهگاهی اصرار دارن که بیشتر من راجع به اوضاع داخلی ایران صحبت بکنم و حق هم دارن و البته باید این عزیزان کمک بکنن و که من بتونم، برای اینکه من در خارج هستم، ولی وظیفه اصلی ما که در خارج هستیم دیدن اوضاع جهانی و به ویژه اون چیزهایی که مربوط به کشور ما و آنچه که در خارج در مورد کشور ما میگذره. ما باید از اینجا در حقیقت هموطنانمون رو از این جهت آگاه بکنیم و در واقع از وطن فروشان متعدد و واقعا پرشماری که وجود دارن ما اینها رو به هموطنانمون بشناسونیم که در حقیقت سپر بلایی باشه برای جنبش در داخل. و ما میدونیم که تعداد گروه ها و جریاناتی که سرسپردگی امپریالیزم رو پذیرفتن و یا دارن میپذیرن روز به روز داره زیادتر میشه و این خطر عظیمی برای آینده کشورمون و برای جنبش دموکراتیک ایران خواهد بود. وظیفه اصلی ما این خواهد بود و در این حال به دلیل اینکه در اینجا واقعا دسترسی به کتاب و وسائل ارتباط جمعی بسیار بیشتر از ایرانه، ما باید در از این فرصت استفاده بکنیم واقعا. و در نتیجه به اصطلاح الان با اتفاقاتی که در لیبی، یعنی تجاوز در حقیقت ناتو و در درجه اول امریکا و انگلیس و فرانسه و لیبی و در واقع اشغال اون کشور به کمک افرادی که به هر حال عزیزان بارها و بارها راجبشون صحبت کردم، که محمود جبریل کیه، عرصبت که مصطفی عبدالجلیل کیه، آقای غوکا کیه، آقای عبدالحکیم الحاج کیه که حالا رئیس نظامی در حقیقت ترابلس شده و اینها، بعضی از اسامیشون هم آقای هفتر که 25 سال مأمور CIA بوده و دیگرانشون واقعا ترحونی، که اینا اکثرا با دستگاه‌های امنیتی و جاسوسی امریکا و اسرائیل و فرانسه و انگلیس کار کردن سالهای سال و در حقیقت در فکر براندازی دولت لیبی بودن تا از این به اصطلاح جریان اتفاقاتی که در شمال افریقا افتاد و از جمله در لیبی که به اصطلاح مردم علیه دیکتاتوری به پا خواستن، اینا استفاده کردن و واقعا یک برگ برنده به دستشون افتاد و وطن فروشایی هم در بنغازی پیدا شدن که بلافاصله به اصطلاح درخواست کمک کردن و در حقیقت برنامه های خائنانه‌شون رو پیاده کردن. در نتیجه تفسیری که ما از این واقعه در لیبی
داشته باشیم ارتباط مستقیم پیدا میکنه به اوضاع ایران و اینکه چه برنامه‌هایی برای کشور ما دارند و بعدش چه وطن فروش‌هایی هستند که میخوان همون نقشی رو که احمد چلبی در عراق بازی کرد و یا محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل که همون احمد چلبی های در حقیقت لیبی باشن در بنغازی بازی کردن، حالا چطور احمد چلبی های متعددی در خارج پیدا شدن و دارن دم تکون میدن برای امپریالیسم و از جمله میگن که اصلا امپریالیسمی وجود نداره. در نتیجه ما اینا رو باید بشناسیم و این برای جنبش اهمیت حیاتی داره. یعنی در این حال که در داخل نیروها مشغول مبارزه با این رژیم آدمخوار هستن، باید بدونن که در بیرون چه توطئه‌های علیهشون داره میشه. ما سال 1357 نمیدونستیم که چه توطئه‌های علیه انقلاب و کلاهی سرمون رفت که تا الان از کمر راست نکردیم از زیرش، و ما میدونیم که در سال 57 56 57 چه بر سر انقلاب ایران رفت و کی اومد و قدرت رو گرفت. اینه که ما الان دیگه مثل اون زمان ناآگاه نیستیم. ملت ما از نظر سیاسی واقعا آگاهیش رفته بالا و مثل عقاب باید چشمان تیزی داشته باشه و ببینه وطن فروشایی که در خارج هستن چه برنامه‌هایی رو میخوان براشون پیاده بکنن و در نتیجه آگاه باشن، برای اینکه اینا جاسوساشون فوق العاده به اصطلاح تحصیل کرده وارد و در حقیقت با تمام قوا کوشش میکنن که عراق دیگه ای، افغانستان دیگه ای و یا لیبی دیگه ای از ایران درست بکنن. همینطور که بعضی از این وطن فروشان نگاه بکنید که سایت های اینترنتیشون چطور در خدمت امپریالیسم برای و تشویق دارن میکنن که به سوریه حمله بکنه امریکا، که قدم بعدیش ایران خواهد بود. بنابراین از این جهتی که من میخوام هر شب که با یه مقدمه ابتدا آغاز میکنم و بعدش میریم به اصطلاح روی اخبار لیبی تا به این آقایان گفته بشه که این تجاوزی که به لیبی شده این انقلابیونند و یا اینکه یک مش مزدورند. و در نتیجه حالا عرض میکنم که چطور بعضی از سایت های اینترنتی و از جمله سایت جرس در حقیقت با خوندن این اخبار به عزیزان من نشون میدم که سایتی مثل جرس الان عین تلویزیون فاکس در امریکاست، یعنی به طور کامل در خدمت امپریالیسم داره قرار میگیره و این جریان رو میگه اینا انقلابیونن. یه کسی مثل عبدالحکیم الحاج که یه تروریست القاعده ای و یا به اصطلاح از اون مسلمانای افراطی تروریست به اصطلاح که در افغانستان میجنگیده، حالا به عنوان انقلابی در حقیقت ازش اسم میبرن. و در نتیجه ما باید به اینا بگیم که آنچه که در لیبی اتفاق افتاده چیه و تفسیر اینها از این جریان، در حالی که مثلا واشنگتن پست یا مثلا نیویورک تایمز و غیره و غیره اینایی که وارد ترابلوس شدن شورشی میگن، سایت جرس میگه اینا انقلابی هن. خیر، شورشی نیستن، اینا انقلابی هن. یعنی در جناح راست نیویورک تایمز اینا قرار دارن. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم و واقعا ببینیم پایه های تئوری که اینهایی که ادعای رهبری در حقیقت جنبش سبز در خارج رو میکنن به چه سویی. من به عزیزان هشدار دادم از چند جلسه پیش موقعی که اون پاراگراف معروفی رو که در فراخوان برای شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات برای عزیزان گفتم، گفتم که این یه دم خروس، الان خروس داره میزنه بیرون و ما از حالا باید کاملا هوشیار باشیم که در خود درون جنبش سبز چه اتفاقاتی داره میفته. و به نظر من اینا از حصر و حبس آقای موسوی و کروبی چطور استفاده کردن و واقعا عزیزان نگاه بکنن که اینا چه کاری کردن برای آزادی آقای کروبی و آقای موسوی، واقعا کاری کردن؟ و آیا اینها یک کودتا انجام ندادن که بیان و به اصطلاح بفروشن این چیز رو، این جنبش رو؟ اینا سوالاتیه که برای فرزند خود من کاملا داره مطرح میشه و اینا در هفته های اخیر برای من مطرح شده و ما باید با هوشیاری هرچه تمامتر که این دفعه بازم از پشت به ما خنجر نخوره،
ما چهره اینها رو باید دقیقاً بشناسیم. اگر یک نیروی سیاسی، حزب، سازمان، گروه یا محفل بتواند بر پایه تحلیلی علمی شرایط سیاسی موجود را بررسی کند، حتی اگر در کوتاه مدت شکست هم بخوره، ممکن آدم شکست بخوره، برای اینکه دشمن واقعا به اصطلاح میتونه اینقدر قدرتمند باشه که آدمو شکست بده، ولی تحلیل آدم باید درست باشه و بر پایه‌های انسانی و با شرافت و وجدان سیاسی باید و برای از درون واقعیات به حقیقت نزدیک شدن باید باشه. در دراز مدت قادر خواهد بود کمر راست کرده خود رو ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و در راه پیروزی قدم برداره، اگر ما تحلیل دقیقی از اوضاع داشته باشیم. به عکس، ممکن است یک جریان یا نیروی سیاسی از قدرت و توان فیزیکی بسیاری برخوردار باشه اما نتواند تحلیل دقیقی و علمی از اوضاع درونی خود و شرایط بیرونی داشته باشه. در اون صورت اگر هم در کوتاه مدت پیروزی هایی به دست بیاره، در دراز مدت نخواهد توانست که پیروز بشه. شرایط کنونی جنبش در ایران و به طور کلی شرایط ایران شرایطی بسیار پیچیده و بغرنجه که نیاز به مطالعه دقیق و علمی داره. در غیر اون صورت جنبش دموکراتیک ایران ضربات سختی خواهد خورد. وضعیت ایران تقریبا با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست. شرایط در کشورهایی چون تونس، مصر، مراکش، اردن، بحرین، عربستان، قطر، امارات متحده عربی و عمان پیچیدگی چندانی نداره و از این رو صف مردم و ضد مردم کاملا آشکاره و از این رو برخورد دولت امریکا و شرکای آن که این آقایان میگن امپریالیزمی وجود نداره و اون چیزی که اسمشو میذارن جامعه بین الملل با اونها از هیچ پیچیدگی برخوردار نیست، با این کشورهایی که اسم بردم. حالا تونس رو و مصر رو ممکنه عزیزان بگن انقلاب شده و بن علی و یا عرض شود که مبارک برداشته شده. رژیم چی؟ رژیم کاملا هنوز سر جاشه و کاملا متوقفش کردن به کمک امریکا. هنوز همون رژیم های سرکوبگر و ضد انسان و ضد مردم بر سر کار هستن و امریکا پشت هر دوشونه. برای حفظ رژیم با تمام قوا در این کشورها جنبش مردم به هر قیمتی باید سرکوب بشه و از حکومت‌های این کشورها و شیوخ و سلاطین آنها به هر قیمتی باید حمایت بشه. اوضاع ایران بسیار پیچیده تره و من اینجا وارد یه بحثی شدم که پیچیدگیش در چیه و چطور در عرض شود که 32 سال پیش یا 33 سال پیش چطور در حقیقت یک انقلاب پرعظمتی در ایران صورت گرفت ولی به دلیل عقب ماندگی فرهنگی ما، به دلیل ناآگاهی ما، به دلیل اینکه دشمن قدرتمند بود تونست آلترناتیوی درست بکنه و یک مشت آدمخوار قرون وسطایی رو در حقیقت بر این انقلاب مسلط کرد که هنوز ملت ما در حقیقت دارن رنجشو میکشن. ولی از درون همین در حقیقت یه جنبش به وجود اومد که من در جلسات قبل این رو وسیعا باز کردم که چطور شد که بخشی از همینها در حقیقت بیرون اومدن و چون مردم واقعا آلترناتیو دیگه ای نداشتن در حقیقت به دعوت اینها لبه گفتن، در دو انتخابات هم 76 و هم 88 شرکت کردن و در نتیجه در سال 88 یک جنبش پرعظمت و کم نظیری در ایران به وجود اومد بعد از تقلب وحشتناکی که اینا در انتخابات کردن، یعنی در حقیقت انتخاباتی که مردم اومدن رأی دادن برای اینکه لااقل برگردن به دوران اصلاحات، این رژیم آدمخوار در حقیقت با تقلبی که کرد تبدیلش کرد به یه جنبش واقعی که هنوز هم ادامه داره. منتها حالا باید ببینیم که این جنبش چه نیروهایی در شرکت کردند و داره به کجا میره و چطور در واقع بخشی از این داره کامپرومایز میکنه
این جنبش رو و میخواد از پشت به این جنبش خنجر بزنه. ما این رو باید با دقت هرچه تمامتر دنبال بکنیم. امیدوارم که این صحبت‌های من نادرست از آب در بیاد. امید من اینه و این آقایان سر عقل بیان، ولی با مشاهده قدم‌هایی که اینا برمی‌دارن خوف آن دارم که باید با دقت هرچه تمامتر اینها رو باید جنبش در درون باید واقعا هوشیار باشه و ببینه که در خارج چی میگذره. و فرزن اینها در آخرین بیانیه‌شون از مردم دعوت کردن که به مناسبت پیروزی ناتو بر حکومت لیبی برن پشت بونا الله اکبر بگن. مردم به این دعوت، من اسمش میذارم یک دعوت خائنانه، لبیک گفتن. نظر من اینه که لبیک نگفتن. بنابراین باید ببینیم که چی داره میگذره در خارج و اینا به چه سویی دارن میرن. از حالا ما باید بدونیم، یعنی دم خروس ها رو باید مواظبش باشیم و ببینیم که اینها چطور میتونن از پشت به ملت ما خنجر بزنن و در حقیقت کامپرومایز بکنن یا بفروشن واقعا جنبش رو. برای اینکه دستگاه به عزیزان من یادآوری بکنم، ماها پیش من از یک سمیناری اسم بردم که یکی از دشمنان واقعا قسم خورده ملت ما، روئل مارک گرشت، از بلند پایه های سازمان CIA، به علاوه آقای محسن سازگارا و فکر میکنم کریم سجادپور، اینا سمیناری داشتن راجب جنبش سبز و در واقع اینها کوشششون این بوده که علاوه بر آلترناتیو های وطن فروش دیگه‌ای که دارن بتونن در جنبش سبز نفوذ بکنن. و مدت ها از ابتدا در حقیقت کوشش کردن که این کار رو از طریق عناصری مثل محسن سازگارا و علیرضا نوریزاده انجام بدن. عزیزان به یاد بیارن برنامه های 10 دقیقه آقای محسن سازگارا رو و برنامه های نوریزاده رو که چطور اینها خودشون رو بخشی از جنبش سبز و طرفدار جنبش سبز و غیره و غیره قالب کردن و بعضی ها رو هم در حقیقت به طرف خودشون کشوندن، خواب کردن در حقیقت. در همون جلسه ای که من به عزیزان اشاره کردم، مارک گرشت، این عضو برجسته CIA، خودش از زبونش در رفت و گفت که آقای محسن سازگارا رو من بیش از 20 ساله که میشناسم و ایشون اطلاعات بسیار زی قیمتی در خدمت در ویسلا به ما دادن. نمیدونم واقعا این رو از زبانش در رفته و یا هرچه که بوده، و نشان میده که آقای محسن سازگارا شاید از زمانی که در دانشگاه شیکاگو تو انجمنهای اسلامی بوده با سازمان CIA رابطه داشته. بنابراین از اون طریق میخواستن کامپرومایزش بکنن، ولی خب اونها آدمهای خوشنامی نبودن، در ایران نبودن. ولی آیا نیروهای دیگه‌ای از درون خود جنبش نیستن که حالا میخوان جای اونها رو بگیرن و این جنبش رو بفروشن با این بهانه که در حقیقت امپریالیزم دیگه وجود نداره؟ موقعی که شما انکار بکنید امپریالیزم رو، وجود امپریالیزم رو و رابطه سلطه و تابعیت بین چند کشور، در حقیقت امریکا و شرکاش بر بقیه جهان، رابطه سلطه و تابعیت رو به طور کلی به اصطلاح انکار بکنید، تن به هر نوع وطن فروشی میتونید بدید. شما به مقاله‌ای که در عرشبت که سایت جرس یه نفر به اسم آقای علی تارج یا تارخ نوشته، عزیزان بران، ما نمیدونیم که علی تارخ چیه، که میگه آره این امپریالیزمی وجود نداره. این اروان ابراهامیان که عرشبت که میگه که امپریالیزم یه چپ زده عقب افتاده است و بعدش یه آدم فلان فلان شده ای مثل لنین
این لغت امپریالیز یا پدیده امپریالیز اصلا کشف کرده. همچی چیزی وجود نداره. عرشبت که امپریالیز یعنی اومده در کشور ما کودتا کرده در گواتمالا یا مثلا در شیلی یا در اندونزی، ابدا همچین پدیده ای وجود نداره. این فقط آدم های فلان فلان شده ای مثل لنین هم که از این لغت ها اختراع کردن. خب آدم به یک چنین عناصری واقعا چی بگه؟ آیا جاهلن و یا جانی؟ به نظر من هر دو هن. یعنی در حقیقت اینا جاهلن چون نمیدونن که لغت و یا پدیده امپریالیسم رو لنین کشف نکرده. لااقل تا جایی که ما میدونیم اولین بار که در حقیقت تئوریش رو ریخته کسی یه آدم لیبرال غیر چپ واقعا به نام جان هابسون بوده در 1902. 12 سال بعدش تازه لنین کتاب امپریالیسمش رو می‌نویسه. و قبل از اون رودولف هیلفردینگ کتاب فینانس کپیتالش رو نوشته، در اونجا امپریالیسم رو مطرح میکنه. روزا لوکزامبورگ 1913 که در حقیقت عرشبت که اکومولیشن آف کپیتال انباشت سرمایهش رو میمیسه در اونجا مطرح میکنه. و بعدش عرشبت که افراد دیگر و تازه بوخارینه که کتاب امپریالیسمش رو میمیسه، تازه بعدش لنین میمیسه. آخه این آدم های جاهل و عقب افتاده موقعی که انکار بکنن وجود امپریالیسم، کسی که واقعا افغانستان رو میبینه، عراق رو میبینه، پاکستان رو میبینه، سومالی رو میبینه، یمن رو میبینه، تمام این کشورها رو و رابطه اینها رو با امریکا و یارانش میبینه و باز هم انکار میکنه که امپریالیسم وجود نداره، آیا این فقط جاهله؟ به نظر من اینها وطن فروشن، اینها فقط جاهل نیستن و میخوان ضربت به این جنبش و به کشور ما بزنن و میخوان از پشت به ما خنجر بزنن و ما کاملا باید گوش به زنگ باشیم. و عزیزان من همینجا بگم، ما در درجه اول باید مرحله انقلاب رو تشخیص بدیم که مرحله دموکراتیکه و نه مرحله سوسیالیستی. اونهایی که این رو تشخیص نمیدن بازم ناچارن متوسل به امپریالیسم بشن، که بهترین نمونهش حزب کمونیست کارگریه که مدت هاست واقعا به اصطلاح سرسپردگیشو به امپریالیسم نشون داده. به خاطر همین اشتباه وحشتناک و تحلیل نادرستش از اوضاع ایران و اونهایی که دنباله هاشن. اگر انقلاب دموکراتیکه، ما باید با نیروهای ملی و ملی مذهبی اتحاد برقرار بکنیم. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. ولی کدوم ملی مذهبی ها؟ برای عزیزان من مثال بزنم. نهضت آزادی توسط انسانهای مثل آیت الله طالقانی، یدالله صحابی، عزت صحابی که بعداً عرض شد که صدر حاجی جوادی و مهندس بازرگان به وجود میاد. ملی مذهبی، اینها همه وطن دوست بودن و کسی که وطن دوسته میدونه که پدیده امپریالیسم چیه، کودتای 28 مرداد چیه، در قرن 19 انگلیس با ما چه رفتاری کرده و چطور به اصطلاح در قتل هم قائم مقام و هم عرشبت که امیر کبیر نقش داشته و چطور با افرادی مثل آقاخان نوری و میرزا آقاسی پیمان اتحاد بسته و چطور اینا موقعی که به کشور ما میان برای تسلط بر کشور ما، بر مواد خامش، بر انرژیش، بر بازارهاش، بر بازار کارش و غیره و غیره، چطور میان با ارتجایی ترین، قرون وسطایی ترین، ضد انسان ترین و وطن فروش ترین افراد عهد مودت میبندن. بنابراین این افرادی رو که در نهضت آزادی من اسم بردم، اینا کاملا آگاه بودن به این قضیه. در این حال که مبارزات ایدئولوژیک بسیار شدید و عمیقی علیه چپ هم کردن، درسته از نظر ایدئولوژیک کاملا به اصطلاح خود آقای بازرگان
واقعا مبارزات عظیمی علیه چپ کرده، ولی جنبه ملی‌گرایی این انسان‌ها به جنبه ضد چپشون و به جنبه مذهبیشون میچربیده، جنبه ملی بودنشون میچربیده و در نتیجه تن به وطن فروشی هیچگاه ندادن، از وطنشون دفاع کردن. ولی در همین نهضت آزادی عناصری بودن که جنون حیوانی ضد چپ داشتن و در نتیجه به دلیل این جنون حیوانی ضد چپشون، و موقعی که میگم ضد چپ، نه ضد حزب توده، نه ضد شوروی، نه ضد اروپای شرقی، نه ضد چین، با فکر سوسیالیسم، یعنی دشمنان طبقات زحمتکش، با فکر سوسیالیسم اینا کینه و دشمنی داشتن و کینه حیوانی داشتن. در نتیجه بعضی از همین عناصر نهضت آزادی به دلیل همین کینه حیوانیشون تن به وطن فروشی دادن و با CIA کار کردن، و ما میدونیم که رابطه بین CIA و آیت الله خمینی در نجف شده، و بقیهش رو میدونیم که من در جلسات قبل صحبتشو کردم، یعنی تن به وطن فروشی دادن. بنابراین ما با کی در این مرحله دموکراتیک انقلاب، با چه بخش از نیروهای ملی مذهبی پیمان اتحاد میبندیم و باهاشون میریم تا جایی که بیان، تا جایی که بیان. و این جریان لیبی به ما نشون داد که بعضیاشون تا کجا میان. باید باهاشون بریم و به مردم قدم به قدم نشون بدیم که اینا کیان و چیان. اونایی که از ابتدا از انتخابات رفتن کنار و در برابر این جنبش ایستادن نمیتونن این کارو بکنن. اونایی که در انتخابات شرکت کردن و با این جنبش اومدن، الان تک به تک بخش‌های مختلفه این جنبش رو به مردم ایران باید نشون بدن که کی وطن دوسته و کی وطن فروشه. بنابراین ما باید، اینا همش مقدمه است برای این که به عزیزان عرض بکنم که موضع‌گیری که شورای هماهنگی و سایت جرس در مورد لیبی کرده، در مورد سوریه داره میکنه و در مورد ایران به تدریج داره میکنه و داره مرتب، الان عزیزان اگه به این سایت مراجعه بکنن مسئله اتمی و خطر اتمی ایران رو دارن بزرگ میکنه، عین تلویزیون فاکس، یعنی داره امریکا رو دعوت میکنه به حمله به ایران، نه تنها به سوریه، به ایران، و داره تبریک میگه در حقیقت به مردم لیبی که به اصطلاح آقای عبدالحکیم عرشوه که الحاج یه تروریست اومده و الان بر شما فرمان روایی میکنه، و یا وطن فروشایی مثل محمود جبریل و یا عرشوه که مصطفی عبدالجلیل، یعنی احمد چلبی ها، همینطور که در حقیقت به مردم عراق به اصطلاح چیز کردن که احمد چلبی و یا عبدالعزیز حکیم و آقای نوری مالکی اومدن برشون حاکم شدن و تمام به اصطلاح کشوری مثل عراق رو به نابودی کشیدن. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم. حالا با این مقدمه، یعنی ما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم که مرحله انقلاب چیه و دوستان و دشمنان ما کیان در این مرحله انقلاب از نظر سیاسی، و تک به تک اینها رو باید به همراهشون و نه از ابتدا دست رد به سینه‌شون بزنیم. خیر، خود من از بعضی از همینا کلی اینجا نقل قول کردم، پای سخنرانی هاشون رفتم، آقایان که بعضی اوقات عمامه سرشون میذارن، بعضی اوقات هم زلفشون رو بیرون میندازن، من کلی به حساب سخنرانی هاشون رفتم، نقل قول ازشون اینجا کردم، الان چهرهشون رو قشنگ در اثر همین اتفاقی که در لیبی افتاده قشنگ به حساب داریم میشناسیم. بنابراین ما باید آره به همراه اینا بریم و قدم به قدم، این یه راه طولانیه، ببینیم هر کدوم از این بخش ها. پروسه انقلاب اینطوره که شما در مرحله دموکراتیک با نیروهای وسیع اجتماعی اتحاد میکنی، ببینی کدومشون واقعا تا آخر میان که هم استقلال کشور رو حفظ بکنن، هم خواهان آزادی و دموکراسی واقعی و سبستانتیو یعنی بنیادین باشن، و هم
از اینها عبور بکنن و به طرف عدالت اجتماعی برن و عدالت اجتماعی رو گسترش بدن، یعنی جامعه‌ای به وجود بیارن که فارغ و یا رها از نیاز باشه. ما به دنبال اینیم. اینا خواستهای انسانیه. اونهایی که وسط راه یا ربع راه یا دو سوم راه میمونن همراهشون ما میریم. از اونجا به بعد قدم به قدم باید چهره اینها رو برای مردم آشکار بکنیم. و الان این دم خروس ها نشون میده که بعضی از اینهایی که خودشون رو نماینده جنبش سبز میدونن کجا دارن میرن. به عزیزان من عرض کردم که این راهی که میرن راه ساکاشویلی و گرجستانه و به قبرستان واقعا. اینا نابود میخوان به اصطلاح ضربت بزرگی به جنبش بزنن ولی خودشون از بین میرن. جنبش در ایران با قدرت هرچه تمامتر ادامه پیدا میکنه. من امروز صبح نامه از ایران داشتم که جنبش با توان هرچه بیشتر در اون زیر پوست شهر پیشنمازا و آز همین جوری دارن به اصطلاح علیه رژیم چیز میکنن و فساد و تباهی رژیم هر روز بیشتر داره آشکار میشه و شکافی که در درون در بالا افتاده قابل ترمیم نیست. یعنی اینا در اثر مبارزات مردمه، اینا در خارج دارن مثلا میفروشن مثلا جنبش رو، در حالی که در داخل جوونای ما میذارن که اینا اینجوری مثلا به فروش برسونن این جنبش بزرگ رو، به هیچ وجه نخواهند گذاشت. بنابراین من از اینجا به بعد شروع میکنم، تمام اینها ربط پیدا میکنه به جنبش و در داخل. امیدوارم که برسیم، برای اینکه چندین مقاله است که من اینا رو از جاهای مختلف و بویژه از نیویورک تایمز گرفتم برای نشون دادن اینه که به اصطلاح بعضی از این سایت ها و حالا رادیو تلویزیون های لس آنجلسی که هیچی اونا به حساب برای ملت ما شناخته شدن، ولی سایت های اینترنتی رو عزیزان نگاه بکنن، مثل اخبار روز، نمیدونم هر شبت که ایران امروز و یا همین سایت جرس و امثال هم رو در واقع در کاملا در خدمت و به حساب امپریالیزم هستن اینا. از نیویورک تایمز 29 اوت عنوانش اینو به اصطلاح هلن کوپر نوشته: تاکتیک های دولت امریکا در لیبی میتواند الگویی برای فعالیت آیندهش باشه. ببینیم سیاست های امریکا برای بعدش، نفر بعد سوریه است یا ممکنه نیجریه باشه یا ممکنه بعضی از کشورهای امریکای لاتین باشه، هر شود که، و یا ایران باشه. ببینیم سیاست امریکا چیه. ورود شورشیان به شهر ترابلوس، شورشیان، نیویورک تایمز میگه شورشیان، سایت جرس میگه انقلابیون، یعنی دست راست در حقیقت از نیویورک تایمز، نیویورک تایمز صهیونیست در حقیقت، هم مرتجعتر و هم دست راستی تره در حال حاضر سایت جرس. ورود شورشیان به شهر ترابلوس در هفته گذشته به اوباما و مقامات بالای کاخ سفید این فرصت را داد که اعلام پیروزی کنند. این مقامات میگویند گرچه دخالت ناتو در لیبی و بمباران‌های آن در همه جا از جمله در سوریه، از جمله سوریه نمیتواند به طور یکسان به کار گرفته شود، حالا تو این مقاله راجع به سوریه صحبت میکنه، با این همه جنگ در لیبی میتواند الگویی باشد برای دخالت در کشورهای دیگری که منافع امریکا در آنجا به خطر افتاد. صحبت اینه نمی کنه که امنیت امریکا، منافع امریکا به خطر افتد. منافع امریکا یعنی چه؟ یعنی 500 تا کورپوریشن یا انحصار، نه منافع ملت امریکا. بن رودز، این آدم بسیار پر اهمیتی و مشاور سیاسی اوباما در کاخ سفیده، در شورای امنیت ملی میگوید ما از صحبت درباره یک دکترین خودداری کرده ایم. یعنی این یه دکتری نیست که ما با کار میبره، هر کشور رو باید مطابق با چیز خودش، چرا که فکر نمی کنیم یک مدل را بتوان در جاهای مختلف به کار گرفت. یعنی چه؟ یعنی مثلا humanitarian intervention، یعنی دخالت انسان دوستانه که آقایان در لیبی چیز کردن. خب اگه مثلا در بحرین کشتار بکنن ما که نباید وارد بشیم، اگه در عربستان کشتار بکنن که نباید وارد بشیم، اگر در مراکش به همین ترتیب
نباید چیز بشه. ولی در سوریه چرا؟ در ایران چرا؟ در لیبی چرا؟ بنابراین همش یه جور نیست. چرا که این کار میتوانن ما را به دخالت در جاهایی بکشانن که نباید دخالت کرد. اتفاقا نه تنها نباید دخالت کرد، بلکه به کمک دولت باید رسید. در بحرین، در اردن، در عمان، در عربستان، در یمن، در تمام اینها. با این همه به نظر او، به نظر او جنگ لیبی دو عصر رو در مورد دخالت نظامی، حالا خبرنگار میگه به نظر او یعنی آقای بن رودز، برای پیشبرد مقاصد سیاسیش حتی در جاهایی که امنیت امریکا به خطر نیفتاده باشد نشون داد. دو عصر رو، این دو تا عصر رو برای عزیزان میخونم که ببینید نقشه امریکا برای کشورهای دیگه حالا چیه. اصل یک، اوباما در نطق 28 مارس خود در دانشگاه جورج واشنگتن گفت که برای جلوگیری از کشتار احتمالی مردم احساس مسئولیت میکنم، یعنی باید ما دخالت بکنیم، از کشتار احتمالی مردم. ولی اگر کشتار در رواندا باشه، در افریقا باشه، در الجزیره باشه که به اصطلاح سالهای 90، نه، اون هیومانیتریان نیست، نباید در اونجا دخالت بکنیم. از جمله احتمال کشتار در بنغازی، احتمال کشتار در اصل دو. بنابراین اگر احتمال کشتار باشه ما حق داریم دخالت بکنیم، هیومانیتریان اینترونشن، دخالت انسان دوستانه. اصل دو، اما اگر جان امریکاییان و امنیت امریکا در خطر نباشد ولی دخالت امریکا به دلیل اول، یعنی امکان یا احتمال کشتار، توجیه پذیر باشد، امریکا فقط در صورتی دخالت خواهد کرد که تنها نباشد. خب مگه نمیتونه فرانسه رو بکشونه، انگلیس رو بکشونه، قطر رو بکشونه، ترکیه رو بکشونه، همه این نوکراش رو؟ بنابراین تنها نخواهد بود. بنابراین یکی مسئله کشتاره که اگه چیز شد باید دخالت بکنه، یکی دیگه هم تنها نباشد. بدین ترتیب بر پایه این اصول امریکا توانست در لیبی با تمام قدرت دخالت کند. قابل توجه وطن فروش ها که میگن این انقلابیونن که وارد ترابلس شدن، با تمام قدرت امریکا دخالت کرده. موشک های کروز که نقش تعیین کننده داشتن، هواپیماها و بمب های امریکایی، فعالیت های عظیم جاسوسی و حتی نیروهای نظامی ما که نیرو پیاده کردن. اما امریکا همه این کارها رو به عنوان بخشی از فعالیت های متحدین خود در ناتو به رهبری فرانسه و انگلیس به علاوه برخی از کشورهای عربی انجام داد، که ما میدونیم امارات متحده عربی و قطر چه نقشی در این قضیه داشتن، برای اینکه چهره و به اصطلاح حرف زدنشون عربی بلدن، عرشبت که و بیشتر کارها و نوکری و پادوییشون رو در حقیقت قطر و امارات متحده عربی و عربستان انجام دادن، متحدینشون. اینا کشورهایی هن که باید امریکا ازشون دفاع بکنه و مردم نطق اگه بکشن داغون خواهند شد. اما هر گمان زنی درباره کاربرد الگوی لیبی در کشوری که آشکارا هدف بعدی است، یعنی سوریه، حالا راجع به سوریه وارد میشه، کشوری که دولت امریکا و کشورهای اروپایی اعلام کردند بشار اسد باید کنار برود، ممکن است عجولانه و زودرس باشد. حالا سایت جرس و امثال هم تنشون به لرزه میاد که نکنه به سوریه حمله نشه. سیاست در سوریه فعلا فشار عظیم سیاسی از وسیع ترین جوانب است و اگر بشار اسد به سرکوب ادامه داد، آنگاه زمینه برای فشار بیشتر آماده می شود. یعنی شما می تونید گروه های مسلح از اردن، عرشبت که از لبنان، از حتی از عراق وارد بکنید و دولت سوریه عکس العمل نشون بده و بعدش این کشتاره دیگه و در نتیجه به اصلاح مقدماتش فراهم میشه. اپوزیسیون سوریه خواهان دخالت نظامی نیست. حالا عزیزان دقت بکنن اینجا رو، آیا واقعا خواهان جنگ نیست اپوزیسیونش؟ اما خواهان فشار اقتصادی و سیاسی هرچه بیشتره. آیا محاصره اقتصادی یک کشور اعلام جنگ نیست؟ و
در واقع کاربرد بمب و کشتار و چیز نظامی دنباله این سیاست به زبانی دیگر به قول فون کلاوسویتز برای پیاده کردن یک سیاست. عزیزان یادآوری بکنم که به طور کلی جنگ دنباله سیاست به زبانی دیگر است. حالا اگر شد من صحبت بکنم چون همینجا اشاره ای بکنم که این وطن فروشا رقص و پایکوبیشون بسیار زود رسه، چون اربابشون هم در عراق و هم در افغانستان شکست خورده. ممکنه اینا تعجب کنن که من میگم شکست خورده، چون باز هم جاهلند و یا جانی نمیدونن که اشغال یک کشور و حمله نظامی به یک کشور دنباله یک سیاست به زبانی دیگر است که هم فیلسوف بزرگ چینی سونزو به اصطلاح این رو بسا گفته و هم فون کلاوسویتز که فیلسوف نظامی آلمانه مال قرن 19. در افغانستان و در عراق درسته که میلیون ها انسان رو کشتن و زخمی کردن و نابود کردن و دو کشور رو به خاک و خون کشیدن، ولی سیاست خائنانشون رو که عبارت از به وجود آوردن یک دولت دست نشانده موفق باشه شکست خوردن داره. برای عزیزان مثال بزنم، امریکا در جنگ دوم جهانی بر ژاپن و آلمان موفقیتش کامل بود، به این معنا که از نظر سیاسی تمام خواستهاش به منصه ظهور رسید. یعنی ژاپن نه تنها تسلیم شد، قانون اساسیش رو امریکا نوشت و تا امروز یک مستعمره امریکاست، یعنی هنوز در اوکیناوا پایگاه داره در خاک ژاپن و ژاپن نطق نمیتونه بکشه. آلمان به همین ترتیب. عزیزان فکر میکنن که شاید تعجب آور باشه، امریکا در آلمان پایگاه نظامی داره، یعنی در حقیقت یکی از کلاینت های امریکاست، نمیتونه که نباشه. بنابراین در آلمان و ژاپن و کره جنوبی موفقیت کامل داشته امریکا، یعنی سیاستی رو که میخواسته از طریق بمب اتم و یا بمباران های سفره‌ای به در حقیقت به مرحله عمل رسونده. در عراق و در افغانستان موفق به این کار نبوده و نخواهد بود و به همین ترتیب در لیبی نخواهد بود، برای اینکه در لیبی جنگ داخلی تازه داره آغاز میشه و حالا برای عزیزان خواهم خوند که از همین الان همینایی که وارد ترابلوس شدن چه اختلافاتی در درونشون هست و چه آدمای آدمکش مزدور مرتجع قرون وسطایی ضد بشرن که میخوان در حقیقت قانون اساسی شریعه رو در اونجا پیاده بکنن. بنابراین اینایی که به اصطلاح رقص و پایکوبی میکنن، رقص و پایکوبیشون زودرسه. رابرت مالی از حساب اینترنشنال کرایسیس گروپ میگوید دخالت نظامی در سوریه با چالش های چندی به دنبال دارد. حالا این چالش ها چیه؟ مشکلاتش چیه؟ یک، تفاوت سوریه این است که اینجا هنوز توافق وسیعی بر سر حمله به هر چیز وجود نداره، برای اینکه در حقیقت از سازمان ملل اینا یه چیزی گرفتن و چین و روسیه هم اومدن و حالا یا رأی به اسلام ممتنع دادن یا زیرش رو امضا کردن و حالا نتایجش رو میبینن. در حقیقت در مورد سوریه اینطور نیست، تا الانش به اسلام بسیاری از کشورها به اسلام موافق، یعنی توافق عمومی وجود نداره. هیچ جای معینی در سوریه نیست که به دفاع از آن وارد شویم، مثل بنغازی. خب اینو میتونن به وجود بیارن در شهر درعا و یا در شهر جسر و شغور که یکیش نزدیک به اسلام مرز اردنه، یکیش نزدیک مرز ترکیه است. هم ترکیه و هم اردن میتونن یه منطقه‌ای به اسلام در اختیار به اسلام انقلابیون بذارن و بعدش اون انقلابیون اونجا مستقر بشن مثل بنغازی و از امریکا درخواست چیز بکنن. همینطور که در ایران میتونن در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان منطقه‌ای به وجود بیارن که انقلابیون در اونجا باشن و از امریکا بخوان که بیاد نجاتشون بده.
بنابراین اینا مشکلات عجیب و غریبی نیست. سوریه هنوز هیچ بخشی را در تصرف ندارد، به اصطلاح اپوزیسیون سوریه هنوز هیچ بخشی را در تصرف ندارد و سوریه وسائل چندی در اختیار دارد که بتواند تلافی جویی کند. دمشق دوستانی دارد که لیبی و حکومت قذافی فاقد آنها بود و میتوانند به متحد امریکا یعنی اسرائیل ضربه بزنند. منظورش عرض شود که هم حماس و هم حزب الله است که اونا رو اسرائیل باید ترتیبشون رو بده و اسرائیل داره مقدمات یک جنگ هم علیه غزه و هم علیه به اصلاح چیز رو فراهم میکنه، لبنان رو. سوریه همچنین با عراق همسایه است که میتواند به سربازان باقی مانده امریکایی ضربه بزنه، از اون طریق در حقیقت به سربازا و پایگاه های نظامی در عراق. سوریه در قلب درگیری میان اسرائیل و کشورهای عربی قرار داده و حمله به اون کشور میتواند آشوب های بزرگی به بار بیاره. علاوه بر آن حمله به سوریه میتواند کشور را، اینم یه عامل دیگه است، از هم پاشانده و به شرایطی مثل عراق دچار کند. عرض شود که تا به حال هیچ کشوری، این نکته، جز ترکیه که هارت و پورت میچرد که نمیدونم ماوی مرمره رو فرستاده برای کمک به مردم فلسطین و غزه که در برابر اسرائیل چیز کرده، قهرمان به اصطلاح خاورمیانه شده و ببینید چه به اصطلاح چیزیه. ترکیه تنها کشوریه که از نظر نظامی حاضر الان به سوریه چیز بکنه، در حالی که یه زمانی وسیله شده بود برای مذاکره بین اسرائیل و سوریه همین آقای ترکیه، آقای داوودوغلو. با این همه تمام وسایل فراهم است، آخرش که به اصطلاح دیوید کرپاتریک اینجوری میمیسه از زبان به اصطلاح مقامات امریکایی، با این همه تمام وسایل فراهم است که اگر تعداد کشته ها بالا رود، موقعی که فرزان سایت اخبار روز هر روز به اصطلاح میمیسه که حمام خون در سوریه است، خب از زبان فاکس داره اینو میگه و در نتیجه شما حمام خون که داشته باشی، هر شبت که اوضاع تغییر کرده و همون سیاست لیبی در سوریه هم پیاده خواهد شد. مقاله دیگه ای که در Information Clearing House 30 اوت برای عزیزان میخونم که الکس نومن این رو نوشته، نکات هر کدوم از این مقالات نکاتی توش هست که ما باید بدونیم که برنامه های اینها برای منطقه و کشور ما چی هست و ما چه کار باید بکنیم. عنوان مقاله هست القاعده و اسلامی های افراطی ناتو بر لیبی مسلط می شوند. می دانستیم که عناصری از القاعده و گروه های افراطی اسلامی دیگر در شورش با پشتیبانی ناتو در لیبی از همون ابتدا شرکت داشتند، اما اکنون آشکار است و جهادی های معروف و تروریست ها عملاً دارند این به اصطلاح انقلاب را به کمک غرب رهبری می کنند. عزیزان در این حال تا یادم نرفته همین سایت جرس مقاله مفصلی از آقای هوان کول چاپ کرد که بعدش برای اینکه بگه دموکراتیکه مصاحبه عرشبت که اروان ابراهامیان را هم چاپش کرد و بلافاصله مقاله توسط همین آقای مردوخ کیه به اصطلاح علیه به اصطلاح با چه لحن توهین آمیزی واقعا به اروان ابراهامیان مقاله علیه اون چاپ کرد بلافاصله. حالا قابل توجه همین گردانندگان سایت چیست که مشخص شد برن مقاله جان والش رو در چند تا، هم در انتی وار هستش هم در کانتر پانچ، که چطور آقای هوان کول سالها با CIA همکاری میکرد، سالها. این مقاله کاملا بسا آشکار میکنه. بنابراین ما باید بدونیم که هوان کول چرا این مواضع رو میگیره و چرا من نمیدونستم از حمله امریکا به افغانستان با تمام قوا دفاع کرده، از حمله امریکا به عراق با تمام قوا دفاع کرده. این همین وطن فروشای خودم الان مشخص شده که سالهای سالی که با CIA داره همکاری میکنه آقای هوان کول، که بنده اینجا چقدر به اصطلاح سایتشو تعریف ازش کردم، معرفی کردم،
آدرسش رو این اکران نوشتم. این جریاناته که افراد، گروه ها، سازمان ها، گرایشات سیاسی رو میزنه بیرون. همین ویکیلیکس، همین اتفاقات که مجبورن اینا موزه گیری بکنن و بعد ماهیت واقعیشون در خود جنبش سبز هم داره اینجوری میشه. مخصوصا یکی از تروریست ها یعنی عبدالحکیم بلحاج آخر هفته گذشته خبرساز صفحه اول روزنامه ما بود، چرا که او به ریاست شورای نظامی شهر طرابلس برگزیده شد. حالا برای عزیزان میخونم که آقای مصطفی عبدالجلیل برده همین تروریست رو که در واقع علیه خود نیروهای امریکایی در افغانستان میجنگیده، بعدش دستگیر میشه، بعد CIA شکنجهش میده، بعد تحویل قذافی میده، بعد قذافی 2010 آزادش میکنه، حالا دوست جونک و جونی امریکا شده. و مصطفی عبدالجلیل در جلسه ای که در قطر داشتن همین آقای بلحاج رو برداشته چون معرفیش بکنه به سران ناتو به عنوان یک فرد انقلابی پاک. مصطفی عبدالجلیل، چرا که او به ریاست شوهر هر شود که بلحاج قبل از آنکه رهبری نیروهای ضد قذافی را به عهده بگیرد بنیانگذار و رهبر، یعنی در حقیقت امیر بهش میگفتند، گروه تروریستی معروف جنگندگان اسلامی لیبی بود. هر شود که بهش میگن Libyan Islamic Fighting Group یا LIFG که بهش میگن این امیر ترور، نامی که به اون معروف شد، بالاخره در جنگ علیه ترور توسط امریکایی‌ها دستگیر به زندانی و شکنجه شد. طبق گزارش ها در سال 2004 به رژیم قذافی یعنی شریک امریکا در جنگ علیه ترور، میدونیم که حکومت قذافی از سال 2001 به بعد در حقیقت شریک امریکا شد. چند میلیارد دلار بابت اون هواپیمایی که به گردنش انداختن که ثابت شده مثلا تقصیر لیبیا نبوده، لیبی نبوده، و خلاصه تسلیم شده بود. خود به حساب قذافی هم تسلیم شده بود ولی به اندازه کافی نبود، تسلیمش به اندازه کافی نبود. که حالا دلایلش برای عزیزان مقاله مفصلی دکتر سهیمی نوشته در تهران بیورو که عزیزان باید بخونن راجع به همین قضیه موزه گیریش و اینه که واقعا چرا امریکا انداخت قذافی رو، که چه کارهایی برای مردم لیبی کرده بود و چطور نه تنها قرضی نداشت بلکه به هیچ کدوم از این بانک‌های بین‌المللی بدهی نداشت. تازه 150 میلیارد دلار هم تو بانک‌های به اصطلاح چیز داشته که الان بلعتش کرد بالا کشیدنش، که حالا به طور قطره‌ای دارن به این به اصطلاح انقلابیون دارن این پولو میدن که همینجوری کم کم و کم کم بخرنشون تا کاملا تسلیمشون بکنن. اخیراً حدود 2 میلیارد دلار توسط هواپیما، عزیزان عکسشو دیدم، براشون فرستادن. حالا ببینیم اون 9 میلیارد دلاری که در عراق با کامیون آوردن به عراق فرستادن و بعدش ناپدید شد، ببینیم این 2 میلیارد دلار به کجا میرن. این پول مردم لیبیه. طبق گزارش ها در سال 2004 به رژیم قذافی یعنی شریک امریکا در چیز تحویل داده شد. او در سال 2010 طبق قرارداد عفو تروریست های سابق توسط قذافی آزاد شد. اخیراً همین رهبر تروریستی و افراد زیر دستش توسط نیروهای ویژه امریکا در پایگاه های مخفی در قطر آموزش دیدند تا علیه قذافی وارد عمل شوند. انقلابیون بلحاج پس از تسخیر محل مسکونی قذافی در مصاحبه با ABC اعلام می کند ما با افتخار آزادی لیبی را اعلام می کنیم و می گوییم که لیبی آزاد شد و حکومت مستبد و دوران سرکوب را پشت سر گذاشته ایم. به این ترتیب رهبری خودش را کاملا مسجل کرد. گرچه بسیاری از دستگاه های ارتباط جمعی این گروه را با القاعده بی اهمیت، رابطش را با القاعده بی اهمیت جلوه، اما تمام شواهد نشان میده که این دو گروه چند سال پیش با هم ادغام شدن، همین گروه جنگندگان لیبی و القاعده. این به ما نشون میده که چطور امریکا و دستگاه‌های امنیتیش از القاعده دارن استفاده میکنن، هم برای سرکوب مردم افغانستان و سایر کشورها در یمن، در سومالی، در تمام جاهای دنیا به عنوان مبارزه علیه تروریسم و سرکوب مردم امریکا.
سرکوب مردم امریکا، ولی در جایی که لازم باشه باشون همکاری میکنن. طبق گزارشات پنتاگون این گروه ارتباط تنگاتنگی با القاعده داشته و بالاخره در سال 2007 منجر به پیوستن این دو با هم شده. وبستر تارپلی میگوید دیکتاتور نظامی جدید ترابلس کسی نیست جز فرد ننگینی به نام عبدالحکیم بلحاج، یعنی تروریست بین المللی و قومکش معروف القاعده که در سراسر جهان دست به تروریسم زده است. پپه اسکوبار در ایشیا تایم میگوید خبر قدرتگیری بلحاج و اینکه یک تروریست شناخته شده فرمانده نظامی شهر ترابلس، شهری که هنوز زخم جنگ بر تن دارد، بار دیگر دروغین بودن ادعاهای توخالی جنگ علیه تروریسم رو برملا میکنه. جنگ علیه تروریسم. دستگاه امنیتی اسرائیل دپکا، عرشبت که این یکی دیگه از دستگاه های امنیتیشون رو غیر از بهسا شینبت و عرشبت که موسا دپکا، در تحلیلی زیر عنوان بریگادهای طرفدار القاعده کنترل ترابلس را به دست می گیرن می نویسد سند وجود دارد که بلحاج هر گونه همزیستی مسالمت آمیز با صلیبیون، یعنی با مسیحیا مخالفه و عرض شود که هر گونه مخالفت میکنه که جهادیون با صلیبیون در حقیقت متحد بشن. البته الحاج تنها تروریست وابسته به القاعده نیست که رهبری اشغال لیبی به کمک ناتو رو در دست داشتن. عبدالحکیم الحسیدی، عزیزان دقت بکنن که نیویورک تایمز در یکی از مقاله هاش که شاید حالا برسم بخونم این دوتا رو با همدیگه خلط مبحث میکنه و میگه بلحاج و الحسیدی یکی هم، در حالی که اینطور نیست. یک تروریست دیگه به نام عبدالحکیم الحسیدی فرمانده کلیدی نظامی دیگر به روابط خود با گروه های تروریستی افتخار میکنه. تعداد بیشمار دیگری از تروریست های سابق که امریکا، مقامات امریکایی کاملا از هویت آنها اطلاع دارند، نیز در رژیم جدید لیبی حضور دارند. هر شود که حالا عزیزان حالا بعد ببینیم که چه بر سر لیبی خواهد رفت. طبق گزارش CNN صدها تروریست القاعده توسط رژیم جدید از زندان آزاد شده اند. نعمان بن توفان از رهبران القاعده لیبی میگوید هیچ کس نمیداند که این زندانیان آزاد شده در آینده چه خواهند کرد. عواقب جنگ ناتو علیه لیبی یقینا خونین خواهد بود. قوانین شریعه در پیشنویس قانون اساسی جدید آمده است و هیچ اثری از فروکش کردن خشونت به چشم نمی خورد. مقاله دیگه از نیویورک تایمز 31 اوت برای عزیزان می خونم. جوانب مختلفه ما باید آنچه را که در لیبی داره اتفاق میفته به دقت دنبال بکنیم، همینطور که در مصر، در تونس، در عراق، در اردن، در عرشبت تمام در بحرین که تظاهرات بوده به خاطر کشته شدن یه طفل 14 ساله در اونجا، چه تظاهراتی بوده و چطور به اصطلاح دوباره رژیم بحرین سرکوب کرده. ببینیم فرضاً این خبر رو سایت جرس یا اخبار روز میارن که در بحرین چی میگذره، امتحان بکنید. دیوید کرپاتریک تحت عنوان اختلاف در میان شورشیان چی می‌نویسه؟ جنگندگان بخش غربی شهر زینتان فرودگاه ترابلس رو کنترل می‌کنن. عزیزان دقت بکنن که حالا این گروه‌های تروریستی که اومدن چطور در بین خودشون چه اختلافاتی هست. جنگندگان میسراتا بانک مرکزی، بندرگاه و اداره نخست وزیر رو در کنترل دارن. بربرهای شهر یفران میدان مرکزی شهر رو در تصرف دارن که نام آن را با گرافیتی، عزیزان میدونن گرافیتی این به حساب چیزایی هستند که با جوهر به حساب چیز میکنن، رو دیوار میمیسن. میدان مرکزی شهر رو اسمش رو گذاشتن یفران. یک هفته پس از آن که شورشیان مقر قذافی در باب العزیز را به تصرف درآوردند،
کشور به دست فرقه ها و گروه های مختلف افتاده است که زیر کنترل گروه های مختلف از مناطق مختلف لیبی است و گرافیتی های روی دیوار نشان از بحران رهبری در آینده کشور دارد. چه سرنوشتی برای لیبی اینا به وجود آوردن؟ ولی این مسئله براشون نیست، همینقدر که چنگ بندازن روی نفت کافیه. شورای موقت هنوز به طرابلس نیامده است و دلیل نیامدن خود را امنیت شخصیشان می دانن. عزیزان دقت بکنن، مصطفی عبدالجلیل و آقای محمود جبریل هنوز به طرابلس نیومدن به خاطر امنیت شخصیشون، در حالی که دائم اعلام می کنن که همه چیز در امن و امان است. از همکنون شواهدی از اختلاف میان گروه‌های مختلف وجود داره که کدام یک نقش بزرگتری در تصرف طرابلس داشتن برای که بخش بیشتری از ثروت‌ها به دستش بیاد. بر سر تعیین رهبری نظامی نیز اختلاف شدید در شورای موقت وجود داره و این اختلاف نه تنها شکل قومی و منطقه‌ای دارد، بلکه میان نیروهای سکولار و اسلامی است. عزیزان دقت بکنن که کشوری که واقعا به زور که به هر شکل جمع و جور شده بود، دیکتاتوری بود، ولی این دیکتاتوری میباید مردم از یک طریق درونزا و درونجوش واقعا مینداختن. الان ببینید تکه پاره میشه این کشور. ما در برابر اونهایی که، چون من اینجوری که صحبت میکنم خبرهاش به گوشم میرسه، از ایران عزیزان میان و اونهایی رو که میشناسم یا نمیشناسم میگن که آره این اینجوری که صحبت میکنه طرفدار قذافیه، طرفدار صدام حسینه، طرفدار بشار اسده. هم میشه یه جواب سخت به این داد که نمیخوام، برای اینکه ارزش نداره، ولی به این عزیزان من بارها و بارها عرض کردم که مطالعات عظیمی شده از سال 1818، صدها دخالت نظامی که در کشورهای دیگه شده نتایجش چی بوده. نتایجش لااقل در 70-80% از مردم، از موارد، خرد و متلاشی شدن دموکراسی، نه کمک به دموکراسی، و در اکثریت موارد به جنگ داخلی منجر شده. ما به این دلیل که مخالف دخالت خارجی هستیم. ما اعتقاد داریم که این دیکتاتورها باید به دست توانای مردم این کشورها بیفتن و نه دخالت و تجاوز خارجی. چون ما اعتقاد به دموکراسی داریم. این یک دلیل به این عزیزان یا ناعزیزان باید گفت. و دلیل دیگرش نتایج و عواقب این رو ببینید که در افغانستان چه اتفاقی افتاده و در عراق چه بر سرش رفته. این خود مردمن و الان در مورد ایران، آیا این توده های مردم ایران و این جنبشه که باید این رژیم رو از پا در بیاره و یا امریکا بیاد و کشور ما رو به نابودی بکشه؟ این هایی که خواهانه اینا، تهرانی میمونه، مشهدی میمونه، شیرازی میمونه، برق برای مردم میمونه، آب برای مردم میمونه، فاضلابی میمونه، تمام داغون خواهند شد، تمام از بین میره و کشور ما تکه پاره خواهد شد. ما طرفدار قذافی هستیم یا طرفدار صدام حسین هستیم؟ آدم چی به این افراد بگه؟ یعنی گاهی خود آدم اذیت میشه و میخواد جواب سخت به اینها بده، ولی به نظر من باید استدلال کرد که یک، به دلیل اینه که باید با ما به توده های مردم کشور خودمون اعتماد داشته باشیم. دموکراسی یعنی چه؟ باید به توده های مردم اعتماد داشت و به توان و نیروی اینه که این رژیم رو بالاخره از پیش پاشون بردارن. دخالت خارجی نابودگره، دخالت خارجی نابودگره. ما طرفدار قذافی نیستیم. لیبی نابود خواهد شد،
همینطور که عراق شده و افغانستان خواهد شد و شده. قدم‌های اولیه در جهت متحد ساختن گروه‌های مختلف زیر یک فرماندهی، اختلاف درونی میان رهبری شورشیان را آشکار کرده است. برخی از این اختلافات زمانی آشکار شد، بنابراین فقط مسئله قومی و منطقه‌ای نیست که اختلاف بین اینا، بلکه الان بین اونهایی که حکومت غیر مذهبی میخوان و اونهایی که اسلامی هن که حکومت اسلامی میخوان و حکومت اسلامیشون این عربستان خواهد بود، یعنی بیشتر سلفی ها هستن و اسلامی های افراطی وحشتناک که حتی از جمهوری اسلامی هم بدترن، فاشیسترن، این طالبان هن دیگه، این طالبان هن. هر شبت که میان رهبری برخی از این اختلافات زمانی آشکار شد که یکی از جنگندگان به نام عبدالحکیم الحسدی که گاه به نام عبدالحکیم بلهاج، اینجاست که خلط مبحث میکنه، از نظر آقای دیوید کرکپاتریک این دوتا یکی هم، به فرماندهی شورای نظامی ترابلوس برگزیده شد. چند نفر از لیبرال های شورای موقت به طور خصوصی شکایت میکنن که او رهبر جنگندگان اسلامی لیبی بوده است که در سالهای دهه 1990 علیه دولت قذافی طغیان کرد و عقیده دارند که این اولین قدم در راه ایجاد حکومت اسلامی در لیبی خواهد بود. ولی محمود عرشبت که مصطفی عبدالجلیل گفته نه، باید ببرمش و ببینید به سران ناتو نشونش بدم که چه آدم محترمیه و بردتش با خودش به اسلام چیز. آنها دریافتن که همین الحاج توسط 5 گروه به اصطلاح بریگادهای ترابلوس به این سمت برگزیده شده و نه توسط هیچ مرجع و مرجع غیر نظامی. شکایت اونها متوجه نفوذ قطر است که در آموزش نظامی آنها نقش بزرگی داشته است. تربیت شده امریکا در قطر آقای بلحاج. یکی از اعضای شورا میگوید این شخص ساخته و پرداخته دولت قطر و پول خلیفه قطر است. حالا ما میفهمیم که چرا تلویزیون الجزیره که یه زمانی امیدی به وجود آورده بود چطور خودش رو با همه چیزش رو فروخت و الان اینه به حساب تلویزیون فاکس شده. حالا ما میفهمیم، برای اینکه به دست خلیفه قطر بود و خلیفه قطر مسلم موقعی که بهشون بگه مجبورن از دستوراتش به اصطلاح تبعیت بکنن. و چه نقشی همین به اصطلاح تلویزیون الجزیره داره که همین آقایان و حتی خانم امی گودمن مرتب به اصطلاح از به اصطلاح همین تلویزیون الجزیره نقل قول میکنه که این فاکس شده، تلویزیون فاکس شده. یکی یکی اینا خودشون رو میفروشن. یکی از اعضای شورا میگوید این شخص شخص و قطری ها بانی قدرتگیری اسلامی های افراطی هستند در لیبی. جنگندگان از این پدیده ناراحت و متعجبند و الحاج نه تنها یک اسلامی افراطی است، بلکه نقش او در برانداختن دولت قذافی بسیار کمتر از جنگندگان غرب لیبی بوده. برای اینکه اونایی که از غرب اومدن از شهر زیتان فکر میکنم و زاویه و زلتان اومدن، اونا میگن که ما نقش اساسی داشتیم در گرفتن تو. جنگندگان غرب به یکدیگر میگن چی؟ راجب همین بلحاج دارن میگن چی؟ این جغله، این آشغال. خبرنگار نیویورک تایمز میگوید تماس با بلحاج ممکن نبود، چرا که او برای شرکت در یک گرد همایی در قطر است. آقای مصطفی عبدالجلیل رئیس شورا الحاج را برای شرکت در این گرد همایی که سران کشورهای ناتو در آن شرکت دارند با خود به قطر برده است. مصطفی عبدالجلیل که آقای علی اکبر صالحی سر و دست داره میشکونه که ما کمک کردیم به این مصطفی عبدالجلیل، بنده تلفنی باش صحبت کردم، مسابقه است بین جمهوری اسلامی و سایت جرس و عرصبت و دیگران، مثلا که هر کدومشون زودتر به اصلا آقای عبدالجلیل رو به رسمیت بشناسن. تمام به اصلا وطن فروشا، تمام دشمنان مردم. آقای عبدالجلیل میخواهد به متحدین خود در ناتو نشان دهد که الحاج علارغم پیشینه قبلیش هیچ خطری برای صلح و ثبات جهانی ندارد. نشانه دیگرش
دیگر شکاف این هفته آشکار شد، موقعی که محمود جبریل، عزیزان دقت کنن که نفر دومه که در حقیقت نخست وزیر بهش میگن، مصطفی عبدالجلیل رئیس شوراست، این یکی نخست وزیر، این رئیس دولته، دولتی به هنوز وجود نداره، همینجوری پرسه میزنن توی از قطر به اروپا، از اروپا به امریکا، همینجوری رئیس دولت موقت که مانند عبدالجلیل در ترابلس نیست، یکی از جنرال های سابق دولت لیبی یعنی البرانی اشکل را به ریاست امنیت شهر ترابلس برگزید. جنگندگان شهر مصراتا از پذیرفتن او خودداری کردند، چرا که میگویند او در گذشته در سرکوب آن شهر دخالت داشته است، مثل خود آقای مصطفی عبدالجلیل. رئیس دادگستری مگر وزیر دادگستری نبوده؟ مگر در تمام اون چیزایی که آقای قذافی انجام داده نقش اساسی نداشته؟ چطور قذافی باید بره ولی عبدالجلیل فرد اولشونه که خانم کلینتون هر روز باش ملاقات داره در پاریس و این طرف اون طرف؟ به این مناسبت چند صد نفر در شهر میسراتا دست به تظاهرات زدن و آقای جبریل روز شنبه تصمیم خود را پس گرفت. اینا همه یاداوره قتل عبدالفتاح یونس است که خیلی ها حدس میزنن به دست نیروهای اسلامی کشته شده است. مسئله قتل یونس هنوز در پرده ابهام مانده است و قبیلش دستبردار نخواهند بود. آقای بلحاج که عضو شورای موقت است میگوید مردم، اینو عزیزان دقت بکنن، در تمام مقالاتی که این روزنامه‌های آمریکایی می‌نویسن میگوید مردم به نیروهای اسلامی اعتقاد دارند و نه به لیبرال ها. او میگوید ممکن است انقلاب توسط لیبرال ها ثروتمندان غرب زده دزدیده شود از دست اسلامی ها. مقاله دیگری هستش که نیک ایمیس در Information Clearing House نوشته که من بخش هایش رو، من میرم روی مقاله‌ای که رادیو فردا، من اینو از رادیو فردا گرفتم عزیزان، جالبه برام. بر اساس اسناد تازه انتشار یافته در ماه آوریل، آلن دانکن وزیر کنونی توسعه بین المللی دولت بریتانیا که پیشتر به تجارت در بازارهای جهانی نفت اشتغال داشته، دیوید کامرون رو، نخست وزیر انگلیس رو، قانع میکنه که در صورت ادامه دسترسی به منابع نفت، قذافی در جنگ علیه شورشیان بنغازی به پیروزی خواهد رسید. این نظر با ارزیابی جنجال برانگیز ماه مارس جیمز کلاپر، مدیر وقت سازمان اطلاعات یعنی وزیر اطلاعات امریکا، و پیشبینی او دایر بر این که قذافی در مدت 6 ماه شورشیان را شکست خواهد داد نیست همخوانی داشت. بعد از طرح این نظر و با جلب پشتیبانی نخست وزیر، یعنی نخست وزیر انگلیس، موضوع در شورای امنیت ملی انگلیس مطرح و متعاقب آن گروهی سری موسوم به سلول نفت لیبی، مرکب از تعدادی از مأمورین سازمان‌های اطلاعاتی، 2 فرمانده ارشد نظامی، 2 وزیر کابینه، تشکیل و اعضای آن در محل وزارت خارجه امریکا بریتانیا مستقر شده. هدف از اجرای طرح یاد شده استفاده از سلاح نفت و مسدود ساختن کامل جریان نفت به ترابلس و طرفداران قذافی از یک سو، و از سوی دیگر گشودن راه‌های ارسال مواد پالایش شده سوختی برای شورشیان انقلابیون در شرق لیبی تعیین شد، در انگلیس تصمیم گرفته شد. در ابتدا 1 دریاسالار و در مرحله بعد 1 عضو ارشد کابینه بریتانیا ریاست این گروه و هدایت عملیات اطلاعاتی، نظامی و سیاسی سلول نفت لیبی رو عهده‌دار شدند. محاصره نظامی بندر زاویه که تنها پالایشگاه فعال نفت لیبی در اون قرار دارد، از راه زمین و دریا به منظور پیشگیری از خروج فراورده‌های نفتی در آن به مقصد ترابلس و شهرهای تحت کنترل نیروهای قذافی بود، و همچنین مسدود ساختن مسیرهای قاچاق مواد نفتی از تونس و الجزیره به داخل لیبی در دستور کار سلول
مثلا سلول نفت لیبی. سلول یاد شده اطلاعات گردآوری شده توسط نیروهای ویژه کشورهای ناتو رو در مورد مسیرها و مشخصات تانکرهایی که در انتقال نفت از کوههای عرشبت که نفتوس و برای ترابلوس مورد استفاده قرار میگه، یعنی غرب لیبی، به منظور انسداد و یا انهدام آنها توسط شورشیان و یا هواپیماهای ناتو در اختیار آنها قرار میداد. این گروه محرمانه علاوه بر پیگیری عملیات نظامی و اطلاعاتی، این گروه محرمانه‌ای که در انگلیس تشکیل شد، در واقع در دفتر نخست وزیری دلالان بین المللی نفت رو که در لندن مستقر هستند به فروش فراورده‌های نفتی به شورشیان تشویق و ضمن معرفی افراد تصمیم گیرنده در صفوف فرماندهی شورشیان برای امضای قرارداد به صورت غیر مستقیم پرداخت بهای فروش مواد خام اینو تضمین میکرد خود دولت انگلیس. در بخشی از اسناد منتشر شده از قول یک وزیر کابینه بریتانیا نقل شده که بدون داشتن سوخت قادر به برنده شدن در جنگ نیستی. از این لحاظ تشنه نگه داشتن نیروهای قذافی در غرب و سیراب کردن شورشیان در شرق هدف اصلی ما بود. از قول همین منبع همچنین نقل قول شده که اگرچه قذافی نفت خام در اختیار داشت ولی مواد پالایی شده نداشت. در حاشیه بخش های مسکوت مانده از جبهه های اعلام نشده جنگ ناتو علیه قذافی خبر چاپ و انتقال فوری 280 میلیون دینار و پول هایی که به اینها داده شده. هر شبت که من یه مقدار هم از مقاله دکتر سهیمی رو اینجا نقل قول می کنم و بعدش وقت اگر وقت شد بقیه مقالات رو هم برای عزیزان می خونم که به اصطلاح دکتر سهیمی مقاله مفصلی نوشتن و موضع‌گیری در این زمینه کردن که به اصطلاح نظرشون راجع به این مثلا تجاوزی که به لیبی شده چی هستش. توی این مقاله که توی تهران بیرو هستش و دیروز چاپ شده، من فقط بخش‌هایش رو گرفتم. بهانه دخالت امریکا و ناتو جلوگیری از کشتار مردم لیبی بود. آیا امریکا به راستی هدف انسانی داشت؟ این سوال رو ایشون مطرح میکنه و بعد میگه که چطور در قتل عام رواندا که بین 500 هزار تا 1 میلیون انسان در 1994 کشته شدن هیچ کاری نکرد. و البته من اینجا نیوردم، به طور مفصل باز میکنه که دولت امریکا چه کار میتونست بکنه و اصلا کاری نکرد و حتی به نوعی تشویق کرد این کشتار رو در رواندا. و بعدش ایشون میگه مگر سالها از جوناس ساوینبی، یک آدم قاتل و قتل عام هایی که کرد، مگر تحت لوای دولت های غرب و به ویژه امریکا برای سالهای سال نبود و چه کشتارهایی کرد؟ چطور اونجا به اصطلاح احساسات انسان دوستانه امریکا تحریک نشد برای اینکه بره به کمک مردم افریقا؟ و بعدش قتل عام 150 هزار نفر در الجزیره در دهه 1990 که ما میدونیم در حقیقت اسلامی ها به قدرت رسیدن، ولی بعدش به اصطلاح این دولت نظامی دست به اصطلاح کشتار بسیار وسیعی زد و امریکا هم صداشو در نیاورد. حالا که در حقیقت الجزیره به خانواده قذافی راه داده، دارن سر صدا علیهش میکنن و همین شورای موقت هم به شدت به اصطلاح چیز کرده. حالا این که آیا چراغ سبز دادن به الجزیره که بعضی از اعضای خانواده قذافی رو بپذیره یا نه ما نمیدونیم. و بعد قتل‌های بوزنی رو ازش اسم میبره که در اونجا چه شد و چطور امریکا به اصطلاح هیچ کاری نکرد، نه تنها کاری نکرد بلکه در حقیقت تشویق هم کرد. سندهای بعدش از چند تا سند اسم میبره که اینا برای من تازگی داشت. سندهای افشا شده جدید
که به تایم لندن درس کرده صحبت از این میکنه که قراردادهای شورای موقت با ناتو و امریکاست. به این عزیزان دقت بکنن که 10,000 تا 15,000 نیروی ویژه برای ترابلوس که نفرات و مخارجش رو امارات متحده عربی تأمین میکنه و قطر. مدت‌ها پیش من خبر این رو به عزیزان گفتم که شرکت بلک واتر که در رأسش یه آدم واقعا دست راستی وحشتناکی به نام اریک پرینس هستش که چه نقش اینا در قتل عام مردم عراق داشتن، در یکی از میدانها چطور همین افراد مسلسل به دستی که از این عینکای سیاه میزنن مردم عراق رو چطور به گلوله بستن و اصلا هیچ صداش در نیومد، معلوم نشد چی شد اینایی که این قتل عام رو کردن. و الان ویکیلیکس داره بیرون میده که در عراق اینا چی کار کردن، چطور بچه های شیرخوار رو، بچه های پایین 5 سال رو، زنان رو با کنار دیوار گذاشتن و مسلسل بسن و برای اینکه این جنایتشون رو مخفی بکنن بعد همون خونه رو بمبارون کردن و بعد ارتش امریکا انکار کرده و حالا تازه ویکیلیکس اینو داشت بیرون داده و الان به اصطلاح دوباره دولت عراق داره دنبال این میره که واقعا این حقیقت داشته و یه کشتار بوده واقعا. بنابراین این سندها این رو میخواستم عرض بکنم که همین اریک پرینس موقعی که معلوم شد که چه جنایاتی اینها در عراق کردن و زیر فشار افکار عمومی امریکا بند و بساطش رو برداشت از امریکا و اومد در ابوظبی فکر میکنم و یا امارات متحده عربی به طور کلی اونجا بند و بساطش رو به اصلاح برپا کرد. الان امارات متحده عربی و قطر این شرکت رو با صدها یا میلیون‌ها دلار، صد میلیون‌ها و یا ده ها میلیون دلار به استخدام خودش درآورده، درآوردن همین کشورهای جنوب خلیج این شیوخ که براشون هزاران نفر افراد غیر عرب که زبان عربی ندونن، که با مردم نتونن تماس بگیرن، فرضاً از جنایتکارترین افراد در کولومبیا که اینا قاتلین به اساس سران دانشجویی و رهبران کارگری اینا بودن، چون اونجا میدونید به اساس میلیسیاهای قاتل آدمکش هستن که سالهای سال واقعا هم چریکا رو میکشن هم سران به اصطلاح سندیکاهای کارگری کولومبیا رو میکشن، از هر جا در شیلی آدمای قاتلی هستن که هنوز از زمان پینوشن اینها رو میارن و هر کسی که در حقیقت مثل لژیون دونور فرانسه که یه مش قاتل و آدمکش به حساب حرفه‌ای بودن که در الجزیره ما میدونیم چی کار کردن، در مراکش چی کار کردن، همین فرانسویای متمدن اینا را الان آوردن در قطر و در پایگاه‌های مخفی که دارن هزاران نفر از اینا رو تربیت میکنن که اگر کسی بخواد نطخ بکشه در این کشورهای جنوب خلیج نابودش بکنن واقعا. و از جمله همین مزدورایی رو که هزاران نفرشون رو آوردن در همین پایگاه‌ها و آقای اریک پرینس و بلک واتر اینا رو تربیت کرده، بخشی از اونایی که اومدن و ترابلوس رو گرفتن همینا انقلابیون. 10,000 تا 15,000 نیروی ویژه همینان که در حقیقت در امارات متحده عربی و قطر دارن تربیت میشن، اینان که واقعا میان و بالاخره ترابلوس رو اینان که کنترل بکنن، برای اینکه این نیروهای به اصطلاح حالا چرا این کارو میکنن، برای اینکه میخوان خود نیروهای ناتو وارد نشن، یعنی به اصطلاح سفیدپوستای انگلیسی و فرانسوی و امریکایی و ایتالیایی وارد اونجا نشن، بلکه همین عربا رو و به اصطلاح رنگین پوستا رو بفرستن اونجا، آدمکشای رنگین پوست از امریکای لاتین، از کشورهای عربی و یا از پاکستان، از هند. الان با این بیکاری وحشتناکی که وجود داره هر کسی رو که شما فرضاً 50,000 دلار در سال بهش بدی حاضره هر کاری بکنه. بنابراین اینان که میان و
ترابلوس رو در حقیقت کنترل بکنن. به چه دلیله که محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل هنوز وارد ترابلوس نشدن؟ همه چیز در امن و امان است. و بعدش 800 نفر از نیروهای امنیتی دولت قذافی به خدمت دولت جدید در میان و ستون فقرات نیروهای امنیتی جدیدن، برای اینکه تمام مذاکراتشون هم در پاریس هم در قطر بر سر این بوده، هم در لندن، که ما نباید اون اشتباهی رو که در عراق کردیم و ارتش عراق رو منحلش کردیم، این اشتباه رو دیگه نباید بکنیم. بنابراین ضد انسان ترین نیروهایی رو که در زمان قذافی هم مردم رو سرکوب میکردن، اونا رو در این حال میخوان حفظشون بکنن، و نیروهای امنیتی و فرزند شکنجه‌گرا رو. و بعد برقراری رادیویی براشون میخوان بکنن که با پخش اعلام خطر به طرفداران قذافی آنها رو به تسلیم دعوت میکنه و در غیر آن صورت به عنوان ستون پنجم با آنها رفتار خواهد شد، یعنی مرگ در حقیقت. بعد خود دکتر صمیمی میگه که تصورش رو بکنی که امارات متحده عربی نگهبان آزادی مردم لیبی شده است، در حالی که مردم اونجا هیچگاه طعم آزادی را نچشیده و شیخ آن زاید آل نهیان شرکت بلک واتر را استخدام کرده تا چندین هزار مزدور غیر عرب برای سرکوب جنبش در منطقه تربیت کنه. سند دیگر عبارت از اینه که پس از افتادن دولت قذافی عملیات ناتو در لیبی ادامه خواهد یافت. در حال حاضر ناتو هم در شهر سیرته و هم در شهرهای دیگه روز و شب مشغول بمبارونه، و شهر سیرته رو در حقیقت که در حقیقت طرفداران قذافی هستن محاصره کرده، آب و برقش رو قطع کردن و مردم رو به حساب به گرسنگی و به نابودی میخوان بکشن. انقلابیون. بعدش لیستی رو دکتر صمیمی میده که واقعا علارغم این دیکتاتور که دیکتاتور هم بود و مردم هم میبایست مینداختنش، منتها این مردم نبودن که انداختنش، بلکه ناتو بود واقعا که انداختش برای چنگ انداختن بر اون. ببینیم در عرض همین سالها در لیبی چی شده. فقط به نظر من این لیست به اصطلاح ناتمامیه. چه بر سر زنان لیبی خواهد رفت، فاجعه بارترین چیز برای زنان لیبی، زیر چادر خواهند بردشون. مرگ و میر کودکان در پایین ترین سطح در افریقا در لیبی بوده. درآمد سرانه شون که این رو دکتر صمیمی نیاورده در کشورهای منطقه بی‌نظیره، 13000 دلار در سال. وام بدون بهره به تمام شهروندان میدادن. کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان در حد اشتغال در رشته تحصیلیشون، یعنی از زمانی که دانشجو میشدن مثلا میخواست مهندسی بخونه، حقوق یه مهندس رو بهش میدادن. حقوق کامل به بیکاران، آپارتمان مجانی به تازه عروس کرده ها، تحصیل دانشگاهی در هر جای دنیا و تأمین مخارج آن، فروش اتومبیل به قیمت تمام شده به مردم لیبی. دولت لیبی از انگوش شمار دولت‌های بدون وام خارجیه، و این یکی از دلایل اساسی بوده و اصلی بوده، حالا غیر از نفتش، که به لیبی حمله شد. برای اینکه نه زیر بار صندوق بین المللی پول رفت، نه بانک جهانی و نه اینترنشنال بانک آف سیتلمنت، که اون هم یکی از این بانک‌هاییه که بسیار ناراحت بودن که چرا لیبی عضوش نشده. و اولین کاری که همین وطن فروشایی مثل محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل کردن که یه بانک توی بنغازی درست کردن که برن به حساب عضو این بشن بلافاصله. آموزش و بهداشت مجانی برای تمام شهروندان. بعدش میگه که 25% از جمعیت تحصیل دانشگاهی دارن. زنان، هزاران زن وکیل دادگستری، دکتر، مهندس،
قاضی عرصبت که و در مقامات بالا در دولت و هیچ تنها کشوریه که هیچ بیخانمانی درش وجود نداره. بنابراین اینها علت اینکه قذافی رو میندازن به خاطر دیکتاتورش نبوده، برای اینکه ما دیکتاتورهای بسیار وحشی‌تری داریم که اونها رو بهشون دست نمیزنن. بنابراین به نظر من علت اینکه من در این دو جلسه تکیم روی مسئله لیبی بوده اینه که برخورد نیروها نسبت به مسئله لیبی نشون میده به ما که در آینده چی کار اینا خواهند کرد و ماهیتشون چیه. در همین زمین همینطور که عرض کردم باید ما به ریشه ها بریم و بنابراین در سه‌شنبه آینده برنامه به اثر رفتن به ریشه ها را ادامه میدیم تا ببینیم واقعا ماهیت این سیستم چیه و یکی از دلایل که ما باید به اصطلاح خودمون رو مجهز به یک تئوری علمی بکنیم اینه که باید به ریشه ها بریم واقعا. بنابراین به این ترتیب من از عزیزان تا سه‌شنبه آینده خداحافظی میکنم و عزیزان میدونن که برنامه هم ساعت 9 شب تکرار میشه، هم در سایت عرصبت که دانشجوتیوی.com و هم در آرشیو تلویزیون مردم گذاشته میشه. شب و روز عزیزان خوش تا سه‌شنبه آینده.